شاگرد عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور صحت مند سر حال باشه. شاگرد عزیز، ما و شما در سای گذشته ما مقایسه کوچکتری مزرع مشترک و بزرگتری قاسم مشترک دریافت رابطه تمام از اینها را ما و شما خواندیم و خدا کنه که تمام درس را تا این دم یاد گرفته باشه. شاگرد عزیز، باز هم یک چیز را یادآور میشیم برای شما. اگر هر نوع مشکل را که شما در سوالاتتان در عنوان درستان داشتین با استاد مربوطیتان که در مکتب است به تماس شوید و مشکلات خود را به اونا در جریان بگذارید تا اونا بتوانند مشکلات شما را حل کنند. با امید از اینکه تا این دم خسته نشده باشین شاگرد عزیز، درس امروز ما از مربع و جذر مربع. جذر مربع یک عدد طبیعی. اول بیاین شما مربع چیه میگیم. مربع یک شکل چهارضلعی را میگویند که هر چهار ضلع آن با همدیگر چی باشن؟ مساوی باشن. مربع یک شکل چهارضلعی هست که هر چهار ضلع آن با همدیگر چی باشن؟ مساوی باشن. اینه چی میگم؟ مربع. به طور مثال اینه چی میگن؟ مربع. چی هست؟ مربع گفتیم یک شکل چهارضلعی هست، یک شکل چهارضلعی هست که هر چهار ضلع آن با همدیگر مساوی باشن، با یکدیگر مساوی باشن. خب شاگردای عزیز، پس در اینجا ما و شما یک عنوانی کنار مربع که داریم جذر المربع است. جذر المربع چی است؟ میگه یک یا دو جزه ضرب اعداد مساوی را عبارت از جذر دوم و یا هم جذر سوم یک عدد میگوید، یا هم هرگاه یک عدد به تعداد اعدادی یا به تعداد درجه جذری ضرب شود و عدد تحت جذری را بدهد به نام جذر یاد می شود. درست است؟ مثال چکلی شاگرد عزیز، مثلا ما شما داریم چهار، اینی را میگن علامه جذر، اینی را میگن عدد تحت جذری، اینی را میگن درجه جذری. درست است؟ پس درجه جذری تغییر میکنه، عدد تحت جذری جذر به حالت خودش قرار میگیره. حالا ما شما میگیم به کدام حالت ما شما میتونیم که دریافت کنیم. میگه ایت یک عدد به نفسش دو بار ضرب کنیم تا چند بوده؟ چهار. که ما شما معمولا در اینجا چی چی کار داریم؟ دو ضرب دو چهار، سه ضرب، در صورت که درجه جذری چند باشه؟ دو باشه. سه ضرب سه مساوی به نو، چهار ضرب چهار مساوی به شانزه، پنج ضرب پنج مساوی به بیست و شش ضرب شش مساوی به سی و شش، هفت ضرب هفت مساوی به چهل و نه، هشت ضرب هشت مساوی به شصت و چهار، و نو ضرب نو مساوی به هشتاد و یک. خب اینی را ما شما میتونیم آل میگیم، ما شما خواهی میگیم مساوی به و نو تست
حال جزركي حال جزركي داراي درجه جزري نباشد درجه جزری آن دو می باشد. یعنی هرگاه اگر درجه جزری نداشت پس درجه جزری از او چند است؟ دو است. پس مخاطر ما نشته میکنیم خیلی دو به توان دو. آن ما شما چی میکنیم؟ پس زمانی که میخواییم شما خلاص کنیم یا از تحت جزری بیرونش کنیم پس ما شما میگیم که اینی با اینی خلاص پس مسئله چند است؟ پس جزر دوم چهار چند است؟ جزر دوم دو چهار دو است. به می اساس است شما حالا بعض سوالات کار میکنیم به طور نمونه که شما خودتر بهترتر یاد بگیرینش. درست است شاگرد عزیز؟ خب پاک میکنیم این قسمت ها. این چیزایی هست که شما کار کردیم. مثلا میگیم جزر دوم نو مسئله به چند است؟ سه. جزر دوم شانزه مسئله به چند است؟ چهار. یعنی یادتان باشه هم مثبت و هم منفی. یعنی اگر ما مثبت هم بگیریم همون جواب است، اگر منفی هم بگیریم همون جواب است. پس مثبت منفی مسئله به چند است؟ پس جزر دوم 25 مسئله به مثبت منفی 5 است. و اگر جزر دوم 36 مساوی با مثبت منفی 6. درست است؟ جزر 49 مساوی با مثبت منفی 7. 64 مساوی با مثبت منفی 8. شاگرد عزیز این نمونه از این بود که شما یعنی اگر 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 پس این هم شما چی میگیم؟ جزر میگیم. درست است؟ که در درس های بعدی انشالله ما شما درس های بعدی زیادتر و بهتر تفاهم بخواهیم. درست است شاگرد عزیز؟ خب این هم پاک میکنیم. عنوان بعدی ما شما هست، عنوان بعدی ما شما دریافت جزر مربع یک عدد به اساس تجزیه. دریافت جزر مربع یک عدد با اساس چی؟ با اساس تجزیه. پس ما شما چطور میتونیم یک عدد خود در جزر مربعش چی کنیم؟ دریافت کنیم او هم با اساس چی؟ با اساس تجزیه. به طور مثال شما را میگه جزر مربی چی را دریافت کنیم؟ 400 دریافت کنیم. حالا شما میبینیم خیلی ما میگیم خود دیگه طریقه یاد نداریم غیر از طریقه تجزیه. پس ما میگیم طریقه تجزیه 400 میگیریم تجزیه میگیریم با دو میگیریم دو دو چار صفرا خودش باز بر دو یک دو دو صفرا خودش باز با دو پنج دو ده صفر باز با دو 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 چار پنج دو ده با پنج داره پنج تایم 25 باز با پنج داره یک رای پنج. خوب شاگرد عزیز حالا ما شما میبینیم که دو دو تا خانه که هم عدد باشه یعنی عددشان مساوی باشه پس ای دو تا دو بتوانه دو ای دو تا دو بتوانه دو و ای دو تا پنج بتوانه دو. پس ما تمام از اینها نشته میکنیم که دو بتوان دو ضرب دو بتوان دو ضرب پنج بتوان دو. خب شاگرد عزیز اگر ایرا ما اینمی قسمت هم ما بخواییم توتا توتا نشتش کنیم یعنی ایرا کم دو بتوان دو ضرب دو بتوان دو ضرب پنج بتوان دو هم میتونیم. یعنی یاد تان باشه که ما بگوییم اگر ما شما بگوییم که شاگرد عزیز خوب متوجه باشین که اینی سه تا دو با این یکی خلاص میشه مساویش با دو ضرب دو ضرب پنج دو دو چار چار پنج بیست.
شما نگوین که چطور سه تا از او با یکی از حل شد. این نمونه گیری از اینا هست. ای با ای خلاص مساوی با دو است. ای با ای خلاص ضرب دو است. ضرب ای با ای خلاص ضرب پنج میشه مساوی با 20 است. درست شد عزیز؟ پس اینی رو شما میگیم که دریافت جزر مربع. درست است؟ خب شکر عزیز. که اینی دستتون صفی 59 و 60 کتابتون است. یک سوال دیگه هم حل میکنم بعد از او. درست است؟ شکر عزیز. سوال بعدی ما هست چند؟ 3696 3696 این اگر ما شما 3969 میگیریم 3969 که یکی از مثالای کتابتون است. حالا ما شما اگر یه تجزیه کنیم با کدام اساس تجزیه میکنیم؟ با دو داره؟ نداره. که نداره با دو با سه میگیریم. با سه داره. پس میگیریم با سه. یک سه 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 نو دو سه شش سه سه نو. باز هم با سه داره. دو خانش میگیریم؟ چهار سه دوازده. یک باقی مانده از چهار سه دوازده یک سه سه. اما اینجا چهار چهار هشت هشت یک نو باز هم با سه داره. یک سه سه یک باقی مانده از چهار سه دوازده چهارده از دو باقی مانده از هفت سه بیست یک. پنج پنج دوازده باز هم با سه داره. چهار سه دوازده دو باقی مانده از نو سه بیست هفت. اما اینجا با هفت داره. هفت هفت چهل نو باز به با هفت میگیریم یک هفت هفت. اما رقمی که ما شما قبلا گفتیم دو خانه میگیریم. حالا ما شما میتونیم بسیار ساده و خود نشتیش کنیم. اینجا اگر ما شما را گفتم که 3969 را جزء مربی شده دریافت کنیم، ما شما میتونیم از تمام از عدد یکیشه بگیریم. مثلا چه رقم؟ 3 3 7 3 3 9 9 7 63. پس ما نشته میگیریم که داخل قوس یک قوس میگیدم چون بر شما ساده تر شود. پس من میتونم این رقم نشته کنم 63 به توان 2. 63 به توان 2. پس یعنی 3 3 9 9 63. پس اینی را با ای خلاص میکنیم. پس جواب ما چند است؟ 63. خب شاگردای عزیز، با امید موفقیت های هرچی بیشترتان موفق کامگار باشید. تا رو درس بعدی، خداحافظ.